که مثل کشتی، ز مثل زیرگیری و ت مثل تقوی. مهدی تقوی متولد 1365 در سوادکوه مازندران، کشتیگیر سابق ایرانی که تو دسته 66 کیلوگرم کشتی آزاد رقابت میکرد. اون قهرمان مسابقات قهرمانی کشتی جهان تو سالهای 2009 و 2011، نقره بازی‌های آسیایی 2010 و قهرمان دو دوره مسابقات قهرمانی کشتی آسیا تو سالهای 2007 و 2012. تقوی که به اون القاب چپگارد دوست داشتنی و کامپیوتر کشتی رو داده بودن، تو قهرمانی جهان 2009 هرنینگ دانمارک در حالی به قهرمانی رسید که حتی یه امتیاز هم به حریفاش نداد. اون تو نیمه نهایی محمد ایلخان ترک و تو فینال رسول ژوکائف روس رو شکست داد و طلایی شد. دوستان، واسه حمایت از ما لایک و سابسکرایب یادتون نره. تقوی تو دو دوره بازی‌های المپیک ملی پوژ دسته 66 کیلوگرم ایران بود، اما توی هر دو دوره دستش به مدال نرسید. تو المپیک 2008 پکن با باخت از رمضان شاهین ترکیه‌ای و بعد گارزون کوبایی تو رده نهم قرار گرفت. تو المپیک 2012 لندن واسه دومین بار با باخت تو مسابقه اول خود برابر لیوان لوپز از کوبا از دور رقابت‌ها حذف شد. تقوی سال 1394 تو فینال انتخابی تیم ملی مقابل حسن یزدانی با نتیجه 6-4 شکست خورد و صاحب دوبنده تیم ملی نشد. اون که بعد از 4 سال دوری از توشک به اردوی تیم ملی دعوت شده بود، به دلیل دور بودن از شرایط مناسب بدنی گفت دیگه قصدی برای ادامه حضور در کشتی و تیم ملی نداره. کشتیگیر محبوب سوادکوهی در پاسخ به این سوال که خبری از اون نیست گفت: آره، 5-6 سال نبودم. زندگی میکنم. یه زمانی ورزش رو شروع کردم و به تیم ملی رفتم و حالا هم تصمیم گرفتم ابعاد دیگه ای از زندگی رو تجربه کنم. سبکای زندگی افراد با یکدیگه متفاوته. یکی دوست داره 10 سال کشتی بگیره، یکی هم میبینه یه مدال میگیره میره دنبال زندگیش. من دوست داشتم وقتی دوران کشتیم تموم میشه به گذشته فکر میکنم، از عمل کردم راضی باشم که حالا چنین حسی رو دارم. اون انتقادهایی هم داشت و گفت کشتی روسیه رو ببینید، همه قهرمانان دارن در کنار هم کار میکنن، ولی اینجا چی؟ همه رو خونه نشین کردن. کارشناسان زیادی اعتقاد داشتن تقوی که سرعت بالایی تو زیرگیری و اجرای فنون داشت و کشتیگیر با استعدادی بود، اگه درست مدیریت میشد میتونست تا سالها تو کشتی دنیا بزرگی کنه که این اتفاق رخ نداد. به نظر شما دلیل محو شدن تقوی و امثال اون چی میتونه باشه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.